فشارهای اقتصادی در ایران تا جایی پیش رفته که کار در مواردی مشخص به کمبود غذا و دارو رسیده. چرا؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. در 40 سالگی انقلاب مقام‌های حکومتی اذعان کردند با فشارهایی روبرو شدند که حتی در زمان جنگ 8 ساله با عراق سابقه نداشته. از طرفی فشارهای اقتصادی کار را به جایی رسانده که همین مقام‌ها می‌گویند اگر مواد غذایی گران است مهم نیست، خدا را شکر کنید که هست. با این هم در مواردی مشخص کمبود محسوس است. حکومت در ایران در هیچ زمینه زیر بار نمی‌رود که در این 40 سال ناکام بوده، مگر اقتصاد. حتی آیت الله خامنه ای هم قبول دارد که اقتصاد گرفتار مشکلاتی بنیادین است. اگر غذا و دارو از تحریم استثنا شده، دلیل این کمبودها چیست؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ایران از ازمیر ترکیه با ما، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان، و همینطور اینجا در استودیو سیما مؤتمن، اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته. خوش آمد میگم به همه مهمانان برنامه. از آقای آذرمی شروع میکنم. دست کم از نظر جغرافیایی به ایران نزدیکتر هستید. آیا این چیزهایی که در مورد کمبود مواد غذایی در ایران گفته میشه مبالغه است، ساخت رسانه هاست، یا اینکه واقعا چنین چیزهایی هست؟ ببینید، واقعیتش این هست که این واقعیت امروز اقتصاد ایران هست، اتفاقی که در بازارهای کالایی داره میفته، به خصوص در مواد غذایی. اگر ما به تورمش نگاه بکنیم، تورم اونها میانگین مواد خوراکی بیش از 70% بوده در سال جاری که بالاتر از میانگین بقیه کالاها هست، و همچنین مشکلاتی که در عرضه و توزیع بعضی کالاها به ویژه حالا مثلا گوشت و مرغ که در این چند وقت اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اتفاق افتاده. ببینید، موضوع دوباره دستکاری دولت در اون مکانیزم قیمت‌ها و مکانیزم بازار هست، به بهانه و به هدف این که بتونه بازار رو کنترل بکنه، قیمت‌ها رو کنترل بکنه. اما نهایتاً این موضوع منجر میشه به در واقع به یک ناهنجاری در بازار، مشکلات بسیار در بخش عرضه و توزیع، و اون مکانیزم هایی که باید به صورت طبیعی کار بکنن مختل میشن. دولت سعی کرده مثلا با ارز 4200 تومانی که بسیاری اقتصاددانان هشدار دادن که این سیاست درستی نیست، یارانه این ارز 4200 تومانی که با کالای اساسی تخصیص داده میشه، این به مصرف کننده نهایی نمیرسه. اما دولت سعی کرد با این قضیه در واقع قیمت این کالاها رو پایین نگه داره که عملا وضعیت نشون میده این اتفاق نیفتاده. بنابراین تخطی دولت از علم اقتصاد و جریان اصلی علم اقتصاد در حوزه‌های مختلف باعث شده که در بازارهای کالایی ما مشکلات زیادی رو داشته باشیم، همینطور که در ماه‌های قبل در بازارهای دارایی این مشکلات بود. خانم مؤتمن، مواد غذایی بخش اساسی کالاهای اساسی رو تشکیل میده. عرضه و قیمت گذاری تابع چه عواملیه؟ در یک کشور معمولا چطور باش رفتار میکنند؟ خب مسلما چندین مرحله داره دیگه. به خصوص مواد غذایی و دارویی، یک مرحله اولش اینه که اینا تولید باید بشه، بعد میرسه به مرحله‌ای که باید به دست مصرف کننده برسه. در این بین یک سری کارهای دلالی هم در این حال داره انجام میشه و اون وزارت صنایع و تجارت و معادن اینا اعتراض دارن به اینکه دلالان هستن که یک مقدار زیادی این وسط دارن سوء استفاده میکنن. سوء استفاده های یعنی قیمت یه دفعه از به اندازه 30-70% ممکنه بره بالا. اما نکته اصلی که اینجا من فکر میکنم مهمه مطرح بشه اینه که تمام بخش های دیگه هم یه همچین مشکلاتی رو داریم ما، به خاطر اینکه اطمینان نیست از اینکه از امروز تا فردا قیمت‌ها چقدر ممکنه تغییر بکنه، ارز چقدر ممکنه تغییر بکنه، مواد اولیه مورد استفاده این صنایع غذایی و غیره چقدر ممکنه
در دسترس باشه و قیمتش متغیر باشه. این عدم اطمینان نسبت به آینده هستش که تمام سرمایه گذاری در این زمینه ها و غیره رو تاثیر میذاره. این را هم بگم یک مقدار زیادی الان بیشتر مشاهده میشه که مواد غذایی داره به صورت به خصوص گوشت و غیره قاچاق از ایران میره بیرون، که این نشون میده که کسایی که دارن این کار رو به صورت قاچاق انجام میدن بیشتر براشون مهمه که ارز خارجی دستشون باشه تا نگران این باشن که قیمت چقدر ممکنه بالا بره. آقای مهدوی آزاد، این عدم اطمینانی که خانم مؤتمن بهش اشاره میکنند دلیلش سیاست‌های داخلی، وضعیت سیاسی داخل یا خارج؟ ببینید، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌های داخلی دستور داده که در حوزه تحریم‌ها اثرات تحریم‌ها چیزی رو منتشر نکنند. فضایی هم ایجاد شده که هر موقع کارشناسا تو رسانه‌های خارج از کشور راجع به شرایط عینی اقتصاد کشور حرف می‌زنن، بلافاصله از طرف عده‌ای متهم میشن که دارن برنامه اسرائیل رو پیش می‌برن، دارن جامعه داخل رو می‌ترسونن. برای همه واقعیت نیستش که جامعه و حتی بخشی از کارشناسان ما از حقیقتی که الان اتفاق افتاده بی‌اطلاعند. اینقدر این بی اطلاعی زیاده که این 24 دی ماه این هواپیمای 707 ارتش موقعی که با 40 تن گوشت سقوط کرد، جامعه شوکه شده مبهوت نمیتونست باور کنه که کار به قدری خراب شده که برای 40 تن گوشت باید هواپیمای ارتش بلند شه بده کشور دیگه، و هزار تا تفسیر و تعبیر امنیتی کردن. واقعیت این هستش که تحریم‌ها اثراتش گذشته، این تازه اول داستانه. مسئله این هستش که هیچ جایی مثلا در حوزه گوشت دیگه حاضر نیستن با ایران قراردادهای 10,000 تنی غیره ببندن. بانک‌ها همکاری نمی‌کنن، بیمه‌ها همکاری نمی‌کنن، کشتی‌ها نیستن، بنادر همکاری نمی‌کنن، شرکت‌ها همکاری نمی‌کنن. تو گام اول دولت اومد مثلا تمهیداتی ترشید، گفتش که من از این به بعد اجازه میدم کشتی‌های 5000 تنی گوشت رو وارد ایران بکنن. کشتی 5000 تنی اجازه غیر مستقیم به اینکه کشتی‌های در واقع صیادی که توش یخچال داشت اونها میتونن برن گوشت بیارن که قبلا ممنوع بود. منتها این هم افاقه نکرد، کار رسیده به جایی که الان دیگه گروه‌هایی مجبورن 100000 دلار 150000 دلار پول تو جیبشون بذارن، برن چیزی حدود 30 تا 40 تن گوشت بگیرن به هر طریقی وارد ایران بکنن. اون چیزی که الان ما می‌بینیم در حوزه در واقع مشکلات حاد بازار مصرف در اقتصاد که تازه به گمانم اول داستان هست، یک سره تحت تاثیر تحریم. من حاضرم سر این موضوع بحث بکنم. موارد دیگه مثل سودجویی‌ها، مثل ناکارآمدی دولت بدون تردید هست، بدون تردید هست. منتها اینو شما می‌بینید حتی خود مقامات دولتی هم رد می‌کنن. مثلا حرفای سرکار خانم رو خود مقامات نیروی انتظامی رد می‌کنه که قاچاق گوش هیچ نقشی در ماجرا نداره، سردار سلیمانی تکذیبش کرده. برای من فکر کنم ما الان یک سره با اثرات مهیب و غیر قابل باور تحریم‌های ایالات متحده مواجه هستیم. آقای آذرمی، مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کردند که غذا و دارو از تحریم استثناء شده. چرا وضعیت این گونه است در این صورت؟ ببینید، غذا و دارو اسمن از تحریم ها معاف شده، منتها دو طرف قضیه روایت های مختلفی دارن. ایران میگه به دلیل تحریم های بانکی، تحریم حوزه حمل و نقل به ویژه کشتیرانی و در واقع مسائلی مانند این، حتی در این حوزه هم کشورها و شرکت‌های خارجی حاضر نیستند که به ایران کالا صادر بکنن، امکان انتقال پول وجود نداره، امکان انتقال کالا وجود نداره، همینطور که آقای مهدوی آزاد هم بخشش رو اشاره کردن. از اون طرف قضیه اما آمریکا میگه ما به هیچ وجه محدودیتی رو در این حوزه ها نمیذاریم و این خود در واقع دولت ایران هست که نمیخواد این کار رو انجام بده. ما اگر یه ذره کمی به قضیه نگاه بکنیم، آماری که از واردات گوشت حداقل نشون داده شده و رسمی اعلام شده در 9 ماهه در واقع سال جاری نشون میده که حتی در سال 97 واردات گوشت بیشتر از سال 96 بوده. یعنی عملا اگر همون مشکلات تحریم ها شروع شده و در واقع انتقال به مشکل خورده یا مسائل انتقال مالی به مشکل خورده، حداقل در این 9 ماه این اتفاق نیفتاده. اتفاقی که در بازار داره میفته، من با کمال احترام برای آقای مهدوی آزاد، بخش بیشترش رو ناکارآمدی سیاست های دولت میبینم، دخالت ها در بازار، سرکوب قیمت ها و به هم ریختن وضعیت، طوری که یه بخش عمده ای از در واقع دام زنده ایران داره قاچاق میشه. این ریشش رو اگر ببینیم، یک ریشه کنترل قیمتی داره، یعنی به هم ریختن مکانیزم قیمت ها باعث میشه که بازارها دستخوش تلاطم بشن. مطمئنا تحریم ها هم موثر هست، ولی میگم حداقل در این 9 ماه آمار نشون میده در یه حوزه خاص مثل گوشت واردات بیش از حتی سال 96 بوده. البته این اعلام رسمی مسئولین هست، شاید واقعیت غیر از این. پاسخ نکته شما رو از آقای مهدوی آزاد میگیریم، ولی قبل از اون خانم مؤتمن، ایران تنها کشوری نیست که حالا کم یا زیاد با تحریم ها دست به گریبان بوده، کشورهای دیگه هم بودن، عراق بوده، کره شمالی بوده، کوبا بوده، ونزوئلا هست.
مسئله غذا و دارو در کشورهایی که با تحریم دست و پنجه نرم میکنن چطور حل و فصل میشه؟ چه سازوکاری وجود داشته؟ خب مسلما یکی از نمونه های بارزش در حال حاضر ونزوئلا است که ونزوئلا دچار کمبود شدید مواد دارویی هستش و غذایی و دولت هر چقدر هم که سعی میکنه نمیتونه اینو به اون صورت انجام حل بکنه. این مسئله در مورد تمام کشورهای دیگه که در گذشته دچار تحریم های غذایی و دارویی و غیره بودن مثل عراق و مثل کوبا غیره، اینا همه این مسائل رو داشتن، تورم میره بالا، متأ همینجور که آقای آزرمی گفتن دولت سعی میکنه به هر صورتی که ممکنه اینا رو کنترل بکنه و قیمت رو جلوش رو بگیره. ولی خب در مورد ایران این یک مسئله مهمتری که هستش عدم اطمینانه. من هی این مسئله رو تکرار میکنم، برای اینکه اگه قیمت واقعا بذارن بره بالا، سرمایه دار باید به اون طرف کشیده بشه و بیاد تولید رو ببره در اون زمینه تولید بکنه. عدم اطمینان رو در بعضی از کالاها میشه فهمید. فرض بفرمایید که کسانی میان کالاهایی رو احتکار میکنند، در سکه در زمین در مثلا سکه میخرند، خرید و فروش ارز، ولی گوشتی که به زودی هم فاسد میشه یا دارویی که خودش نمیشه برای مدت زمان بسیار طولانی ازش استفاده کرد چطور؟ خب اینا خیلی از مواقع هستش که اینا یک مقداری فصلی هستش، یعنی مثلا فرض کنیم در حال حاضر نزدیکی به عید یک مقداری باعث میشه که تولید کننده فکر کنه که من قیمت اینو ببرم بالا. یک سری عوامل دیگه ای هم در این زمینه که تاثیر داشتن اینه که نرسیدن مواد اولیه، مثلا فرض کنید دانه برای مرغ و غیر و ذلک، باعث شده که تولید کننده اینا سعی کنه اینا رو زودتر از بازار خارج بکنه قبل از اینکه بخواد برسه. در نتیجه کمبود منتقی میشه به یه مرحله بعدی دیگه. ولی مردم هم یک مقداری از روی عدم اطمینان نسبت به اینکه از امروز تا فردا قیمت چطور ممکنه تغییر بکنه، ممکنه سعی کنن که بیشتر توی خونه های خودشون احتکار بکنن. یعنی این احتکار در سطح خیلی وسیعی در کل جامعه، در تمام این کشورهایی که این مسئله رو باهاش مواجه بودن دیده شده که صورت میگیره. ولی حالا مثلا دولت داره سعی میکنه یه مقداری گوشت یخ زده وارد بکنه، این به اون صورت خیلی نمیتونه جبران مسئله رو بکنه، برای اینکه یک مقداری فرهنگ ایران بیشتر این هستش که گوشت گرم استفاده بکنه تا گوشت یخ زده، بنابراین قیمت رو خیلی سخت میتونن کنترل بکنن. آقای مهدوی آزاد، نکته که آقای آزرمی گفتند شاید بشه گفت که این گونه هم میشد ازش اینطور هم استنتاج کرد که هر از گاهی ما یک سلطان میبینیم، چه میدونم سلطان کاغذ، سلطان غیر و ذلک، الان هم حرف از سلطان گوشت در میان هست. اگر تحریم ها مسئله اساسی است، چرا وقتی که واردات گوشت بیشتر از قبل شده چنین مشکلاتی پیش میاد؟ ببینید، در این که اقتصاد ایران یک سره فاسد، سلطان ها، سپاه پاسداران، نهادهای زیرمجموعه خامنه‌ای همه درگیرن که شکی نیست. در مورد موضوعات سرکار خانم، مسئله در واقع خونه ها، نگرانی مردم هم هیچ تردیدی وجود نداره. آماری که من دارم البته این نیست که واردات گوشت زیاد شده. آمار گمرک میگوید که در 6 ماه اول، آمار رسمی گمرک من از رو میخونم، 6 ماه اول 72 هزار تن گوشت وارد شده به قیمت 356 میلیون دلار. کل مصرف واردات کشور، وارداتی کشور حداقل 250 هزار تن هست، بنابراین به نسبت اون چیزی که انتظار میره واردات کمتر بوده. مصرف واردات نهادهای دامی بله بسیار بیشتر شده، واردات مثلا واردات ذرت دامی 30% بیشتر شده. این به نظر میرسه سیاست امنیتی جمهوری اسلامی است، داره این چیزها رو دپو میکنه برای سالهای آینده. الان به وضوح ما میبینیم اون چیزایی که توی در واقع یک سال گذشته بعد از اینکه آقای اسحاق جهانگیری گفت 13 میلیارد دلار دیگه گذاشتیم کنار، تونستن در انبارها دپو بکنن، هنوز کشور دچار بحران نیست. اون چیزایی که نمیتونستن در انبارها خیلی دپو بکنن، کم کم داره خودشون مثل حوزه لبنیات و غیره داره خودش رو نشون میده. این یه موضوع اوله. در مورد قاچاق هم من حرفای آقای سلیمانی قائم مقام ناجا رو میگذارم روی میز. ایشون محاسبه کرد، مصاحبهش رو میتونید بخونید، میگوید که کل قاچاق گوشت کشور اگر شده باشه 0.3% از کل میزان مصرف کشوره. میگه حالا ما عدد رو بالاتر میگیریم، میگیم 1%. واضح هست 1% کمبود گوشت نمیتونه همچین تکانه های بزرگی رو درست کنه. ببینید، دولت جمهوری اسلامی ایران هزار تا خطا داره، ناکارآمد، بی‌عرضه است، بخش بزرگیش فاسده.
منتها خطای بزرگترش این هستش که واقعیت ها رو به دلایل سیاسی و امنیتی داره پنهان میکنه. واسه اینکه مردم ازش نپرسن چرا نمیره با مذاکره، واسه اینکه ازش سوال نپرسن که بالاخره دورنمای شما برای خروج از این بنبست چیه، میخواد شرایط گل گل بنشون بده، آمارها دستکاری میکنه. واقعیت پرده این هستش که تحریم ها تازه داره اثراتش رو نشون میده و در تمام ابعاد بازار مصرف کشور این اتکانه ها رو ما داریم حس میکنیم. آقای آذرمی، تا چه اندازه ممکنه مسئله روانی باشه؟ به خاطر اینکه وقتی ما تکانه های بازار ارز رو دیدیم یا نوسانات سکه رو دیدیم، بخشی به نظر می اومد که جنگ روانی است. ببینید، من این رو قبول ندارم. بحث جنگ روانی رو ما اصلا در ادبیات اقتصادی همچین چیزی رو نداریم. همون چیزی که خانم معتمن اشاره کردن، اون بحث عدم اطمینان هست. یعنی فعالان اقتصادی و آحاد اقتصادی در بازار تصمیمات اقتصادی که الان میگیرن بر اساس پیشبینیشون از آینده هم هست. یعنی فقط این نیست که شرایط روز بازار رو ببینن. بنابراین اون بحث عدم اطمینان و فرضیه عدم اطمینان رو داریم و انتظارات تورمی که فرضیه شناخته شده هست در اقتصاد کلان، به این معنا که وقتی مردم احساس کنن قیمت‌ها قرار هست بالا بره به دلایل اخبار مختلفی که بهشون میرسه، عموما رفتارشون و رفتار اقتصادیشون متفاوت میشه با شرایط دیگه. ما ببینیم پس از برجام چه اتفاقی افتاد که تورم 3 سال در ایران رسید تقریبا به حوزه تک رقمی. آیا کار اساسی انجام شد؟ آیا در واقع اون مشکلات بنیادی اقتصاد ایران، یعنی رشد نقدینگی بالای 27% در طول 3 دهه، تورم مزمن 2 رقمی که ناشی از اون بود، آیا اصلاح مثلا ساختار بانکی اتفاق افتاد؟ خیر، فقط وضعیت این بود که کمی در واقع وضعیت اقتصادی دولت و سیاست‌گذاری منظم شد. عموما این بود که آحاد جامعه انتظار داشتن پس از برجام سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد بشه، فروش نفت افزایش پیدا بکنه و مسائلی مانند این که منجر به اون شد که تورم برای یک دوره 1 یا 2 ساله که در واقع بی سابقه بود در بعد از انقلاب 57 تک رقمی بشه. الان هم اتفاقی که افتاد این بود که اون نقدینگیه، یعنی اون متغیر بنیادی، داشت رشد خودش رو میکرد حتی بیشتر از قبل و این دپو شده بود در سپرده های بانکی در واقع بلند مدت که بعد با یک تلنگری که خروج آمریکا از برجام بود این وضعیت به هم ریخت. یعنی این دو موضوع با هم هستن، هم مسائل بنیادی اقتصادی رو باید در نظر بگیریم و مسائل روانی هم اگر بخوایم بگیم، در واقع اصطلاح دقیق‌ترش شاید این باشه که از طریق انتظارات تورمی و مانند این خودشون رو در شرایط اقتصادی کشور نشون. خانم معتمن، هم آقای خاتمی، هم آقای احمدی نژاد، هم آقای روحانی بارها گفتند که ارز چند نرخی یعنی فساد گسترده. به نظر میاد که بخشی برمیگرده به مسائل ارزی که آقایون هم اشاره کردند. چرا با این وصف الان دلار 2-3 نرخی هست؟ خب دقیقا همین حرفی که آقای آذرمی هم میزنن هستش. یعنی ببینید، شما اگر بخواین این قیمت ارز رو کنترل بکنین، مردم با توجه به اینکه این رقم رقم واقعی نیستش، رقمی که توی واقعی در واقع توی بازار سیاه هستش که ما میبینیم که چه مقدار داره رد و بدل میشه، بنابراین به طور طبیعی برمیگردن به طرف بازار سیاه، یعنی قبول نمیکنن که این رقم درسته. صادرکننده ها هم دقیقا رقم مقداری رو که به قیمت ارزون از دولت میگیرن اینو دقیقا بر نمیگردونن به داخل اقتصاد. این باعث میشه که این اختلاف بین بازار رسمی و بازار سیاه روز به روز ممکنه بیشتر بشه، برای اینکه هیچ اطمینانی به این نیستش که دولت تا کی بتونه اینو ادامه بده، تا کی بتونه اینو کنترل بکنه. ببینید، ارز ما از کجا میخواد بیاد؟ یکی از مهمترین منابع دسترسی به ارز ما فروش نفت و گازمون هستش که نفت و گاز شاید 50% جی دی پی رو تولید ناخالص داخلی رو در بر میگیره و مقدار صادرات ما در این زمینه به شدت پایین آمده. نه تنها صادرات نفت پایین آمده که درآمد دولت رو روش اثر میذاره، کسری بودجه دولت هم بالا رفته. از طرف دیگه این چند نرخی باعث شده که یک مقدار زیادی سوء استفاده میشه در این زمینه و مردم خیلی بهتر از خارج کاملا وارد هستن که چه دستهایی ممکنه در کار باشه که خیلی نزدیک به دولت. بنابراین
حالا نزدیک به دولت یا نزدیک به عواملی که در واقع خودشون خیلی بهتر میتونن کنترل بکنن، بازار رو کنترل بکنن. شما در زمینه اقتصادهای نوظهور مطالعه میکنید، در خیلی از جاها حتی در دنیای توسعه یافته به غذا و به دارو دارن سوبسید میدن، مثلا در همین بریتانیا بخش کشاورزی داره یارانه دریافت میکنه. این ارز 4200 تومانی هم که به غذا یا دارو داده میشه نوعی یارانه است. چطور هست که در اینجاها این سیستم کار میکنه، در جایی مثل ایران کار نمیکنه؟ خب در این بعد ببینیم کدوم کشور رو داریم در باش صحبت میکنیم. اگه مثلا فرض کنیم ترکیه رو بگیریم، ترکیه دچار تحریم نیست. ممکنه این در این زمینه اشکال داشته باشه، ممکنه که احتیاجی به سابسید داشته باشه، ولی دچار تحریم های مالی، تحریم های بیمه ای، تحریم های انواع اقسام فعالیت های مالی و بانکی نیستش. بنابراین امکان این که در مواردی لازم باشه از طریق واردات دیگه کسری ارز رو جبران بکنن، سعی میکنن این کار رو انجام بدن. ولی در مورد کشور ایران یکی از مهمترین مسئله در حال حاضر این تحریمه و صحیح. این مسئله خیلی مهمیه، برای اینکه اون 8 کشوری که آمریکا قبول کرد که به اونها اجازه بده تا یه مدتی بتونن وارد کنن، معافیتشون به زودی تموم میشه. تا ماه می به زودی این معافیت تموم میشه، یعنی صادرات ایران ممکنه کاملا بره پایین تر از این چی که الان هست. بنابراین درآمدهای نفتی ما میره پایین، بنابراین قدرت و این چیز جدیدی که درست اعلام کردن که آقای خامنه‌ای دستور دادن 1.5 میلیارد دلار اون صرف مصالح داخلی بشه، در واقع معلوم نیستش که این پول ذخیره ارزی ما چقدر ما واقعا پول داریم و چطور داره ازش استفاده میشه. آقای مهدوی آزاد، شما اشاره کردید به سقوط هواپیمای ارتش، این که دی با مقدار مشخصی دلار میرن خرید میکنن از خارج از ایران. آیا میشه گفت که ممکنه این سهمیه بندی که در گوش دیده میشه یا این کمبودی که در دارو دیده میشه تبدیل بشه به یک سیاست جیره بندی؟ والا متاسفانه دورنما خیلی چنین ترس و حراسی رو تقویت میکنه. ببینید آدمی مثل من بدبختیشون که چون نمیخوان مسئولیت اخلاقی اختلال در بازار رو بخرن، مردم رو نگران بکنن، مجبورن خیلی با نگرانی، خیلی با محتاطانه حرف بزنن. ببین ما الان دو تا کانال مالی در حوزه دارو و غذا بحثش هست. یکی کانال مالی که سوئیس داره راه اندازی میکنه، دو سه ماه هست اعلام کرده که سرش شروع کرده مذاکرات با هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا، و دومی کانال مالی اتحادیه اروپا که حالا قرار بود اسپوه بشه بعد شد اینستکس. در هر دو کانال صحبت از این هست که چند ماه دیگه قرار هست راه بیفتن. اگر چنین این دو کانال هایی هیچ یه حداقل یک کدومش راه نیافته، ببینید تامین مواد اولیه دارو، تامین مواد اولیه غذایی در مقیاس کشوری مثل ایران 80 میلیون چیزی نیست که شما بتونید با دو تا کامیون و دو تا کشتی انجام بدید، چیزی نیست که سوار قاطر بکنید از نمیدونم کوههای کردستان وردید بیارید ایران. واضح هست دچار چنین بحرانی خواهید شد، واضح هست چنین چیزی پیش میاد. ضمن اینکه درسته دولت آقای روحانی به نظر من تلاش زیادی کرده، حوزه گندم اینا به یه سری دستاوردهای خوبی هم رسیده، الان حوزه گندم ظاهرا ما دیگه فعلا نیاز واردات نداریم، اما ایران همچنان از نظر غذایی یکی از وابسته ترین کشورهای دنیاست. حالا دوباره جدول واردات گمرک کسی نگاه نکنه بگیم ما گوشت فقط 250 هزار تن وارد میکنیم. موقعی که میگوییم باز واردات غذایی، یعنی حالا یا مواد غذایی شما وارد میکنید یا نهادهای دامی مواد اولیه دارید میکنید که میاد در ایران تبدیل میشه مواد غذایی، یا بعضی وقتا مواد بسته‌بندی که در چرخه توزیع استفاده میشه. برای این واقعیت خطرناکی که مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئول مردم قرار داره این هستش که ادامه این روند در ماه‌های آینده توأم با اون چیزی که هم سرکار خانم گفت، هم آقای آذرمی عزیز گفت، این نگرانی اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، این که مردم در واقع حاضر نیستن اعتماد کنن به گزارش‌های دولتیشون یا گزارش حتی رسانه‌هاشون، ممکن است یک وضعیت بسیار خطرناکی رو رقم بزنه. ما این وضعیت خیلی ساده‌اش رو در ونزوئلا دیدیم، در زیمبابوه هم دیدیم. زیمبابوه به جای مهدوی آزاد یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی به خاطر اینکه این حرفا خیلی زده شده و همیشه یک پاسخ داشته حکومت و این بوده که این داستانی 40 ساله است، همیشه همین حرفا رو میزدن، ولی ما الان در 40 سالگی انقلاب هستیم و انقلاب داره بالغ میشه.
والا من الان صحبت از این نکردم که جمهوری اسلامی سرنگون میشه دو هفته دیگه، گفتم مردم ممکنه دچار جیره بندی غذایی بشن، دچار قحطی بشن. این اتفاق ما زمان جنگ هم یه زورایی داشتیم، خیلی بدبختی بزرگتری رو هم تحمل کردیم. من فکر میکنم که ما باید از این مسئله، از حوزه تبلیغاتی بیایم بیرون. جمهوری اسلامی کری خونی نکنه، هی بگی شما گفتید ما نابود میشیم، نابود نشدیم. به عنوان حکومت و دولت مسئول ایران وظیفه داره مانع از این وضعیت بشه. 50% جامعه ایران زیر خط فقر مطلقن، خط فقر سیاهن. این که دیگه چیزی برای افتخار کردن نداره در 40 سالگی حکومت. آزرمی یک نکته دیگه، آیت الله خامنه ای میگه که یکی از بزرگترین دستاوردهای ما 40 سال به چالش کشیدن استکباره. آیا میشه گفت که یکی از هزینه هاش هم اتفاقا همین وضعیت اقتصادیه؟ دقیقا درسته. یعنی شما وقتی که به عنوان حاکمیت، یعنی فراتر از دولت من دارم صحبت میکنم، ما یه مفهومی در اقتصاد سیاسی داریم به نام گاورننس یا حکمرانی. الان بسیار روی این مسئله بحث شده در چند سال اخیر که حکمرانی و اقتصادی ایران در واقع کاملا وابسته شده به حکمرانی سیاسی اون و در واقع استراتژی ها و اولویت ها به جای اینکه اولویت های اقتصادی و معیشت مردم باشه، تبدیل شده به اولویت ها و در واقع استراتژی های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک. این در طول 40 سال بوده. حالا در این یک دهه اخیر خب دو مرحله ما تحریم رو داشتیم به همین دلیل. این در واقع اون سیاستی هست که الان بسیاری از اقتصاددانان و در واقع دانشمندان حوزه علوم انسانی ایران این رو ناگزیر میدونن. شرایط ایران با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو هست. ایران نیاز داره که حکمرانیش از حکمرانی ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک به یک حکمرانی اقتصادی زیست محیطی تغییر پیدا بکنه. بسیار. اگر این اتفاق نیفته متاسفانه وضعیت خوبی چشم انداز رو نداریم. ممنونم از آقایان آزرمی و همینطور مهدوی آزاد و همینطور اینجا در استودیو خانم معتمد. ممنون که با این صفحه دو همراه ما بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترسه، bbcpersian.com/2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً ببینید. در توییتر میتونید ما رو پیدا کنید @bbcpage2. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. روز و شبتون خوش. We'll be right back.